ببین، یعنی این گیاهه. ما گفتیم سه تا سامانه بافتی داریم. این سامانه‌ای که مثل پوست توی گیاه میمونه، نوشتیم سامانه بافت پوششی. سطح گیاه رو پوشش داده. رو سطح برگ، رو سطح ساقه ها. این میشه سامانه بافت پوششی. یه سامانه بافتی هم داریم که نقش انتقال آب و مواد معدنی و اینا رو به گیاه داره. بهش این سامانه بافت آوندی. میبینی اینا رو؟ این لوله کوچولوها، این لوله کوچولوها. آب تو اینا حرکت میکنه. مثلا وقتی به درخت یا به گیاه آب میدی، آب از آوندای اینطوری حرکت میکنه، این آوند کوچیکا اینطوری میاد به برگ میرسه. کمی این بهتر ببین کام میفته. اینطوری به برگ میرسه. اینجا سامانه بافت آوندی. حالا اگه اینجا رو نگاه کنیم تو این قسمت، حالا اینجا خوب دیده نمیشه. این دو تا سوراخ‌ها رو می‌بینی؟ یکم بیار عقب‌تر اینو. آها، یکم عقب‌تر اینجا خوبه. این سوراخ‌ها رو می‌بینی؟ اینا بافت آوندی، یعنی سامانه بافت آوندیه. سطحش هم که گفتیم سامانه بافت پوششیه. فضای بین سامانه بافت پوششی با این آوندا، این فضا، یعنی فضای بین سامانه بافت پوششی با سامانه بافت آوندی میگیم بافت زمینه‌ای. درسته؟ خب خود سامانه بافت پوششی انواع سلول‌ها داره، مثل سلول ترشحی، سلول کرک، سلول نگهبان روزنه. الان اینایی که اینطوری می‌بینی روش نگاه کن، روش چی داره؟ کرک. کرک داره. این کرک به خاطر سامانه بافت پوششیشه. یا اینجا می‌بینی اینا رو؟ این چیه اینا؟ کرک. اینا کرکه. این به خاطر سامانه بافت پوششیشه. اینجا هم خب گوجه رو می‌بینی سبز رنگه. چرا سبز رنگه؟ چون اینجا هنوز کلروفیل غالبه. این وقتی قرمز میشه کاروتنوئید غالب میشه. این هم این مورد. اینا ها، این سامانه بافت آوندی، این لوله ها، یعنی آب که میدی آب از آونده این حرکت میکنه اینجا به این میرسه. این هم از این مورد خدمتت. پس سامانه بافتی رو با هم دیدیم. خود سامانه بافت پوششی گفتیم شامل کرک میشه، یاختای ترشحی. یاختای ترشحی مواد لیپیدی ترشح میکنن. مواد لیپیدی سطح برگ رو یکم چرب میکنه. چرب میکنه که این سطح برگ در مقابل تبخیر آب مقاومت در خودش نشون بده. مثلا اگه پرتقال رو ببینید نور میدید برق میزنه. اون همون قسمت لیپیدیشه. پس این یاختای ترشحی داره که مواد لیپیدی ترشح میکنن، یاختای کرک داره که اینجا کرکاش به خوبی قابل مشاهده است، و یاختای نگهبان روزنه. یاختای نگهبان روزنه رو جلوتر میخونیم. اینا سبزینه یا کلروفیل دارن. این که میبینی برگ سبز رنگه، یکی از علتاش همون است. همین.